در مهمترین حادثه تاریخ اسلام، یعنی در روز غدیر هر پیغمبر علی را دفن کرد. در این دیر هم هر جریانی پیش می آمد، هر مناسبتی پیغمبر علی را دفن کرد. این مسلمانانی که پیرو پیغمبر اسلام بودند خواهی می گفتند فرمان کتاب ماست، محمد الله با وحده حقاله پیغمبر ماست، هر شروع از طرف خدا ما کتابه. این چی شد که در صحیفه این جریان را فراموش کردند؟ صحبتی نشد که پیغمبر چی کرد. استفاده این خاطر از این جریان کنند اینه: برادر عزیز، من و تو تاخته جدا باخته نیست. نخیال کنیم اگر من و تو در زمان بهدت پیغمبر اکرم میبودیم اون روز هم شیعه بودیم. اشتباه نکن، اعمال امروز شاهد است بر اینکه تو طرفدار علی نیستی، علی خان نیستی و نه دیگران که نبر علی طرفدار علی در دوازده نفر بیشتر نبود. اونهایی که یار واقعی علی بودند عددشون بسیار کم بود. اگر من خودم در صفیفه بودیم مطمئنا از یاران صفیفه میبودیم. یاد نکن با شیعه هستی این شیعه گری مفتی به دست ما رسیده، یاد نکن خیلی محکم هستی خودتو بیاد ما ببین در مقابل این امواج اجتماع چقدر به چپ و راست گرایش پیدا کنی. ببین هر روز به یک طرفی دیل میکنی، همچون یک شاخه نرمی در دست خواب شنیدی. ببین با یک کلام چطور بوده در اونهایی که رفتن در صحیفه همچنان نداشتن، اما مسلمان بودن. قطعا در اسلام و عمل و احکام اسلام از من و تو محکمتر بودن. قرار شوخی نیست باقی با شمشیر و مهر شوخی نیست، جنگ بدر و حنین رفتن شوخی نیست، نصف انبارشون را به مهاجرین دادن شوخی نیست. تو الان اگر چند نفر مسلمان بودن این مملکت اسلامی تبدیل کنن به کاشان، کدومتون حاضرین یکی از اونها را بدید؟ کدومتون حاضرین نصف سرانیم را رو بدید؟ مهاجرین مکه آوازگان مکه بودن، آمدن در مدینه، مسلمان و مدینه نصف انبارش را در اختیار اونها گذاشتن و بعضی همه را همان مسلمان ها بودن که در صحیفه گفت که پیغمبر را رو بدید.